جمعه هفته که گذشت، نمایشگاهی با عنوان زن زندگی آزادی در گالری لئون در شهر لس آنجلس افتتاح شد. این نمایشگاه که حاصل همکاری گالری لئون با بنیاد تصاویر خاورمیانه است، طی ماه ژوئیه تصاویر اعتراضات مردم ایران را به نمایش می‌گذارد. در وبسایت بنیاد تصاویر خاورمیانه آمده، تور نمایشگاهی زن زندگی آزادی بیش از یک نمایشگاه عکس است. داستانی است از شجاعت، امید و مقاومت. داستانی از مردم ایران و انقلاب جاری آنها. داستانی از نقش قدرتمند زنان در جنبش و داستانی که شایسته گفتن است. وبسایت Global Voices با اشاره به جنبش مردمی ایران و مرگ مهسا امینی در شهریور 1401 به پیچیدگی‌های زندگی به عنوان یک زن در ایران از دریچه هنر زینب موحد، هنرمند ایرانی می‌پردازد. در این مقاله آمده هنر زینب صدای مبارزه مداوم برای حقوق برابر را به گوش جهان می‌رساند. گروه رقص نوا برای جنبش زن زندگی آزادی کلاس‌های رقص مجازی برنامه‌ریزی کرده و می‌نویسد این کلاس‌ها برای هر کسی که بخواهد با مردم دلیر ایران که علیه رژیم ظالم جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند همبستگی کند باز خواهد بود. وبسایت دی جی مگ مصاحبه با 10 موزیسین ایرانی داخل و خارج کشور را منتشر کرده و از چالش‌های موزیسین‌های ایرانی نوشته است. در مقاله آمده از زمان قیام اخیر کشور که از خشونت پلیس و مبارزه برای حقوق زنان جرقه گرفت، روایت فرهنگ و زندگی مردم ایران از طریق موسیقی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. روزنامه گاردین در مقاله‌ای کتاب تصویری فضای تنفس از آناهیتا قبایان را معرفی کرد. کتاب آثار 23 عکاس زن ایرانی را در سه نسل ارائه می‌دهد. تصاویری که بیانگر راه‌هایی است که هنرمندان در کشور محدودیت‌ها را برای بیان هنری خود دور می‌زنند و به گفته گاردین نماد مقاومت هستند. ماندانا تدیون، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.